با چشیدن مرغ ترش مازندرانی توی خونه یه سفر به شمال تجربه کن. با اکوکوک و آموزش فوتوفن این خوشمزه بی‌نظیر همراه باشید. 4 تکه مرغی که داخل کاسه ریختید رو با نمک، فلفل سیاه و زردچوبه ماساژ بدید تا مزه دار شه. بعد داخل تابه‌ای که روغن ریختید بچینید. دو طرفش رو خوب سرخ کنید تا تله‌ای شه و کنار بذارید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدئومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل قابلمه و روغن یک عدد پیاز رنده شده و کمی زردچوبه بریزید و تفت بدید. سحب به سیر رنده شده اضافه کنید و مخلوط کنید. فلفل سیاه و نمک بریزید. این غذا با سبزی محلی تهیه میشه، اما اگه در دسترس ندارید این سبزی‌ها رو جایگزین کنید. 200 گرم سبزی شامل ریحان، گشنیز، جعفری، نعنا، پونه و برگ سیر تازه، ریحان به مقدار بیشتر و نعنا کمتر از بقیه. 2 قاشق غذاخوری سرپر ربع انار، 300 گرم گردوی پودر شده بریزید و کمی تفت بدید. پنج لیوان آب بریزید و نیم ساعت اجازه بدید بجوشه تا روغن گردو خارج بشه. دوستان، برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید. روش شما برای پخت این غذا چیه؟ مرغای سرخ شده، یه قاشق غذاخوری ربع آلوچه که البته اختیاریه بریزید و هم بزنید. اجازه بدید خورش با حرارت کم به روغن بیاد و جا بیفته. غلظت خورش باید مثل فسنجون باشه. کنار برنج و ترشی سرو کنید. به قدری لذیذ و خوشطعمه که جز محبوب ترین غذاهای محلی به حساب میاد. نوشه جان، اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.